ساختمانی که بعداً سازمان نظام مهندسی در اختیار داشت ایرادات اساسی داشت. یکی از این ایرادات ارزم حضور شما این بود که در یک محله مسکونی واقع شده بود. ایراد بعدش این بود که فضای کمی داشتیم ما با توجه به ارزم حضور شما چارت تشکیلاتی که داریم و نهایتاً و مهمتر از همه این بود که سازمان نظام مهندسی که خودش متولی امر مهندسی هست خودش ساختمانی داشت که مقررات ملی در اون رعایت نشده بود و مطابقت نداشت. موضوع رو در هیئت مدیره مطرح شد و موافقت شد یا در هیئت مدیره موافقت کرد که ساختمان این جایگزین این ساختمان که مشکلات قبلی رو نداشته باشه جایگزین کنیم، حالا چه با خرید و یا احیانا احداث، و به مطابقت اون قضیه در مجمع عمومی سازمان مطرح شد و اعضای سازمان در اون مجمع با موضوع موافقت کردن و موضوع مسبب شد و به تصویب رسید. ما خب پیرو این موضوع ساختمانی که در حال افتتاح آن هستیم رو خریداری کردیم. خب ساختمان با توجه به اینکه 13 سال از عمرش گذشته بود مورد ارزم موضوع آنالیز مورد بررسی قرار گرفت، آنالیز شد و ایرادات اون کشف شد. خب در برابر مسائل بحث‌های کفایت سازه‌ای نداشت، ما مجبور شدیم دیوار برشی احداث کنیم، بحث‌های تأسیساتش مطابقت نداشت، همه بروز شد و نهایتاً نمای ساختمان هم که خیلی مایل بودیم که مطابق با اقلیم استان آجوری باشه، ضمن این که به مدرنیته هم توجه بشه، خب ما نمای شیشه روبروی ساختمان رو طراحی کردیم که کلاً مطابق با مقررات ملی ساختمان است. خب ما در بازسازی این ساختمان چندین مورد اساسی رو مد نظر قرار داشتیم. یکی این که طرح و اجرا توسط خود مهندسین سازمان انجام میشه. مورد بعدی این بود که حتما تولیدات داخلی استان توی ساختمان به کار بره تا جایی که امکان داره و این کار هم اتفاق افتاد. حتی نمای شیشه‌ای که برای اولین بار در کشور فکر کنم همچین موضوعی رو ارزم حضور ما نداشته باشیم توسط خود کارخانه‌های بومی استان طراحی و اجرا گردید. و هدف ما هم هدف داشتیم از این موارد، زیرا اینکه خب سازمان نظام مهندسی محل مراجعه تعداد زیادی از مهندسین، سازندگان، مالکین و همه دست‌اندرکاران صنعت ساختمان هستش که مراجعه میکنن از این مواردی که قبلش بیان کردم الگو بگیرن و در ساخت ساز شهری مورد استفاده قرار بدن. و در پایان امیدوارم که این ساختمان به هر حال بر اعضای سازمان مبارک باشه.